اتحادیه اروپا امروز میزبان یک نشست با وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا می باشد. هدف از این نشست بحث روی آینده توافق هسته‌ای ایران خوانده شده است. این نشست در حال تدویر یافته که حکومت امریکا تا اواسط ماه جنوری مهلت دارد تا تصمیم گیرد که آیا تعزیرات را که بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015 به تعلیق درآورده شده است دوباره بر تهران وضع کند یا خیر. اما اتحادیه اروپا می گوید که توافق هسته‌ای ایران ادامه خواهد داشت. اتحادیه اروپا یک موقف بسیار واضح را در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران ابراز داشته است و امروز نیز آن را تکرار می کند. این توافقنامه جنبه عملی دارد و هدف مهمی را که عبارت از نظارت از برنامه هسته‌ای ایران است دنبال می کند. قبل از آغاز نشست امروز، سیگمار گبریل وزیر خارجه آلمان نیز نگرانی اروپا و ایالات متحده را در مورد برنامه سلاح بالستیکی و نقش ایران در سوریه موجه خواند. اما گفت که توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با تهران باید حفظ گردد. ما با متحدین و دوستان آمریکایی خود روی این صحبت میکنیم تا دو چیز باید از هم دیگر جدا قرار باشد. اول، ما میخواهیم تا توافق هسته‌ای ایران حفظ گردد، زیرا عدم انکشاف سلاح هسته‌ای توسط ایران بسود ماست. در این حال، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با جواد ظریف همتای ایرانیش بار دیگر به ادامه حمایت مسکو از توافقنامه هسته‌ای ایران اطمینان داده است. ما به دفاع از ابقای این سند و اهمیت آن به خاطر تأمین امنیت منطقه‌ای و حل موضوعات مرتبط به جلوگیری از سلاح کشتار جمعی ادامه خواهیم داد. اداره انرژی اتمی ایران وضع مجدد تحریمات از سوی ایالات متحده بر تهران را در تناقض با توافقنامه هسته‌ای خوانده و گفته است که ایران توانایی بزرگ افزایش غنی‌سازی یورانیم را دارا بوده است. اگر تعهدات امریکا انجام نشه، امضا نشه، نقض برجام هستش. طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران در همچین شرایطی اقدامات خودش رو انجام میده.